جنبش ملت اینان که در 22 خرداد سال گذشته با شعار رأی منکو آغاز شد، خیلی زود تبدیل به مرگ بر استبداد، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت اسلامی شد. این واژه مرگ از کجا رفت تو ایران؟ شهرام و همایون اصلا از واژه مرگ خوشش نمیاد. خورشت قیمه و خورشت قرمه سبزی و استیک لابستر لاس وگاس و کش از مرگ خوشش نمیاد. شجره اصلا از مرگ خوشش نمیاد. میگه اگه من مرگ بگم پس فرق من با اونایی که دارن الان سال از خرجمونو میدن چیه؟ از اینجا رفت. خیلی زود تبدیل به مرگ بر استبداد و مرگ بر ولایت فقیه کردید و مدعیان رهبری رو در مقابل کار انجام شده ای قرار داد. مدعیان رهبری کی بودند؟ یک قاتل، یک جنایتکار، میر حسین موسوی. مدعیان رهبری کی بودند؟ هاشمی رفسنجانی پشت صحنه. مدعیان رهبری کی بودند؟ طولسگای مثل بنیانگذار سپاه و شکنجهگر بازجو و شکنجهگر دستگاه های اطلاعاتی رژیم گنجی و اون یارو کیه این مخمل باب تیب و تیغ موکیت باری بچه های ما نمیشه رو موتور میزد و مدعیان رهبری کیا بودن؟ اون بچه آخوند طول سگ حرومزاده نوریزاده با نمیدونم بی بی سی و بد ویس آف امریکا با رادیو زمانه با این ور و اون ور و این ور. این رسانه جلو همه تون ایستاد، همه تون و کتفتون رو به خاک بالید. این رسانه با یک کشوری که در منطقه قرار داده و محکم پشت موسوی ایستاده بود و داشت براش کمپین میکرد، داشت سیاستهاشو پیش میبرد، وادار به عقب نشینیش کرد. دولت اسرائیل رو میگه تعارف هم با کسی نداره. دولت مردان اسرائیل، من هم دولت اسرائیل هم ملت اسرائیل رو بسیار دوست می‌دارم و اعتقاد دارم در فردای آزاد ایران یکی از کشورهایی که ما بیش از تمام کشورها در دنیا، ما و آنها هر دو در یک جهت به اصطلاح مساوی، در یک میزان مساوی نیازمند صلح و مصالحه و همکاری در منطقه هستیم، ایران و اسرائیل در فردای آزاد ایرانه. اما به اهورامزدای ایران، اگر اسرائیل در این روزهای خطیر تاریخی بخواد دنبال موسوی و کروبی و اصلاح طلبازی و این گونه مسائل باشه، من هم اگر زنده نباشم در فردای ایران، ملت ایران به عنوان بزرگترین دشمن ملت ایران جلوی شما خواهد ایستاد. حواستون رو جمع کنید آقای نتانیاهو، آقای لیبرمن، تمام مجلس اسرائیل، دولت مردان، سیاست مداران، دستگاه های اطلاعات امنیتی، موساد، این بر اون بر این بر با ملت ایران باشه، چون فردا این ملت خواهان دوستی و رفاقت و به عنوان دو قدرت یکتا در منطقه در کنار هم ما باید بریم تا جنوب و شمال قفقاز ما منطقه رو اداره کنیم، چون ما پول داریم، ثروت داریم، هوش داریم، ذکاوت داریم، تاریخ چند هزار ساله داریم، شما تکنولوژی دارید، شما در بسیاری موارد پیشرفته هستید، ما در بسیاری موارد ما لازم و ملزوم همیم. اما اگر بخواید با این رژیم در این موقعیت حساس بده بستون کنید، در فردای آزاد ایران به عنوان دشمن ملت ایران قلمداد خواهید شد. قسمت خوبش رو براتون گفتم، قسمت بعدش هم گفتم. اگر هاتبرد حکومت اسلامی و یا یک کشوری در منطقه برای اون سه تا تلویزیون میگیره، یک نفرم پیدا بشه هاتبرد برای ما بگیره تا ما بتونیم فریاد مرگ بر کلیت رژیم اسلامی رو سر بدیم. دیگه از این رکتر نمیتونم با تو بازی کنم، چون به هر جهت ما هم شانسی داریم در فردای آزاد ایران.
و تعدادمون بیشماره، بیش از 75-80% ملت ایران سعید سکویی صدای فریاد در گلو خفه شده شون رو، فریاد در گلو خفته شون رو داره فریاد میزن. من اگر فردا در ایران کوچکترین پستی داشته باشم و از من سوال بشه که نظر تو اینه که ما در منطقه با کدوم کشور بیش از هر کشوری باید رفاقت و دوستی داشته باشیم، نزدیکی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشیم، میگم اسرائیل. اما در حالی که امروز ملت من رو دریابید دنبال موسوی و دنبال کروبی و دنبال سبز علوی و دنبال احمدی نژاد پوفیوز فاحش زاده چاقوکش بی پدر و مادر به طور غیر مستقیم، این حرفا نباشه با ما، حواسمون بسیار جمعه با. و ما که من دارم به نمایندگی اون مردم فریاد میزنم، با داریوش و همایون از زمین تا آسمون تفاوت سلیقه و تفاوت عرق ملیت داریم. وقتی میگم دوستی در فردای آزاد ایران به عنوان یک شریک با اسرائیل، روی حسن تفاهم، روی احترام متقابل و روی مساوات و برابری، چون ما بعد از این 31 سال به خدا واج نمیدیم چه برسه به هیچ کشوری در این جهان هستی. حواستون رو خیلی جمع کنید، از انگلستانش، فرانسهش، روسیهش، آمریکاش، همه من نباشم فرزند من این حق را میگیره. بچه ها در درون ایران، بچه های زیر 30 سال، بچه های زیر 25 سال، بچه های زیر 20 سال هوشیارن و میدونن چی داره میگذره. فراموش نکنید این رسانه بیانگر و بلندگوی میلیون ها ایرانی وطن پرسته که دست و پاشون به زنجیره، و روزی که این زنجیرها گسسته بشه، شما با اون طیف، با اون طبقه، با اون قشر طرف هستید، با قشری پویا، شلاق خورده، سرد و گرم دنیا رو در جهنم سوزان حکومت اسلامی در طول 30 سال گذشته دستی آچارهاش سپری کرده. اسرائیل، انگلستان، فرانسه، هر کشوری در منطقه، در خاورمیانه، در اروپا، در آفریقا، در آسیا، در اقیانوسیه، توی شما ها کشوری پیدا میشه که به دنبال منافع ایران و بعد از آزادی ایران این احساس رو داشته باشید به اون مردم باید بده بستون بکنید؟ یک دونه از شما ها پیدا میشه یه حاتمر در اختیار ما یه بلنگو بذاره؟ گفتم در زمان جنگ جهانی دوم انگلستان یک دونه موج کوتاه داد به دوگل که هنوز اون موقع افسر بود، گفت برو با این موج کوتاه رزیستنس رو داره هم جمع بکن، بچه ها رو جمع بکن، یک نیروی رزیستنس و مقاومت ایجاد بکن تا بتونن از اشغال فرانسه بتونن از اشغال در بیاد، چون انگلستان نگران خودش بود، میدونست اگر اون اشغال طولانی بشه خونجا رو هم میگیرن. کی میخواد اون بلنگو رو به ما بده تا ما کشورمون رو پس بگیریم؟ خاکبرد میدید به مزدوران رژیم؟ مگه هنوز فکر میکنید رژیم میماند؟ مگر مغزتان کپک زده است؟ مگر به اندازه یک جو احترام برای اون ملت قائل نیستید؟